ویروس کرونا به بلندترین قله جهان یعنی اورست رسید. گزارشی از افشار سیگارچی. با مثبت شدن آزمایش کرونایی کوهنورد نروژی برای اولین بار در کمپ اصلی کوه اورست، او با هلیکوپتر به کاتماندو منتقل و در بیمارستان بستری شد. ارلن کوهنورد نروژی روز جمعه در پیامی به آسوشیتد پرس گفت تست کرونای او در روز 15 آوریل مثبت اعلام شد. البته یک تست دیگر در روز پنج شنبه انجام شد که نتیجه آن منفی بود او اوکنون در کنار یک خانواده محلی در نپال اقامت دارد لوکاس پورتنباخ اتریشی که یک راهنمای کوهستان است هشدار میدهد که اگر فورا رسیدگی تدابیر ایمنی و اقدامات لازم صورت نگیرد این ویروس می تواند در میان صدها کونورد و راهنما و دستیارانی که در پست های ورس در حال اردو زدن هستند پخش شود ما به برخی اطلاعات نیازمندیم باید تیم را جدا سازی کنیم و از همه افراد درون کمپ تست بگیریم تست کرونا اقدامی است که 100 درصد باید همین الان انجام دهیم این تنها شانس ما برای نجات این فصل و جلوگیری از گسترش ویروس است وگرنه من یک پایان سریع در اینجا می بینم همزمان یک مقام گردشگری و کوهنوردی نپال وجود هر گونه مورد ابتلا به کرونا در این منطقه را تکذیب کرد میرا آچاریا مدیر مرکز کوهنوردی میگوید هیچ اطلاعات رسمی مبنی بر گزارش موارد کرونا ندارد البته موارد از قبیل زاتوریه و بیماری ارتفاع همچنان گزارش میشود از می 2019 که در پی گسترش همگیری ویروس کرونا کوهنوردی تعطیل شده بود این نخستین باری است که کوهنوردان برای فتح ورس به این منطقه آمدند افشار سیگارچی صدای آمریکا